در حالی خامنه ای و روحانی و رسانه های حکومتی از مهار بحران ارزی و رام کردن دلار و تورم دم میزنند، بر اساس قیمت های اعلام شده قیمت کالاهای مورد نیاز مردم در شب یلدا دو برابر سال گذشته است. واقعیت گرانی و تورم آنقدر عیان است که کارشناسان اقتصادی رژیم به مباحثی مثل چسبندگی قیمت ها و انتظارات تورمی برای خانوارها روی آوردند و میگویند نوسانات ارزی ماهای گذشته قیمت بسیاری از کالاها را در بازار ایران افزایش داده و در این میان اقلام شب یلدا نیز مستثنا نیستند. رئیس اتحادیه میوه و سبزی میگوید نوسانات نرخ ارز باعث گرانی و افزایش برخی اقلام و محصولات در داخل کشور شده است، به صورتی که قیمت محصول بر مبنای دلار احصا شده و در بازار عرضه می شود. و این در شرایطی است که اساساً مقایسه دلار با ریال به هیچ عنوان درست نیست. بر اساس قیمت‌های رسمی اعلام شده، قیمت آجیل 80% نسبت به سال گذشته گران‌تر شده و به گفته یک کارگزار رژیم در بیجند، قیمت برخی از آجیل‌ها نسبت به سال گذشته 400% افزایش داشته است. خبرگزاری حکومتی ایسنا نوشت امکان خرید پسته حداقل 200,000 تومانی در هر کیلو، بادام و گردوی 120,000 تومانی، تخمه ژاپنی 30 تا 40,000 تومانی و غیره برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد. راجع به وضعیت شب یلدا و آجیل شب یلدا سوال کردید. من حدود 60 سال 70 ساله که به این شغل مشغولیم که بابا بوده یا با خودم تنها بودم و هیچ سالی به اندازه امسال گرونی که به وجود اومده نبوده و مردم واقعا توان خرید ندارن و ما متوجه میشیم چون هر سال این موقع همینجا پر جمعیت میشد، شلوغ میشد و امسال خب اکثرا نمیتونن، نمیان یا اگرم میان به چیزای مختصر مثل ذرت، مثل بادوم زمینی، چیزای ارزو قیمت رو میخرن و نمیدونم هیچ وقتم من این قیمت ها رو به این صورت که این متغیر باشه ندیدم که هر روزی، هر ساعتی، هر وقتی یا قیمت از اونا تعیین میشه و بسیار هم مردم وضعیت خریدش کم شده و زجر میکشن و ما هم اینجا زجر میکشیم. گرانی، خیلی گرانی، افتضاح، خیلی افتضاح، گرانیه، گرانی اصلا داد میزنه دیگه. الان این پنیر من گرفتم کلو 16 تومن، پنیر بدون نمک. گرانی بیداد میکنه، هیچ کی توانایی خرید نره، همه فقط دور میزنن، فقط قیمت میکنن، هیچ با قول رو گفتنی چیزی هم نیست که بخواد به نظارت کنه. خبرگزاری رادیو تلویزیون رژیم با وقاحت میگوید با مقایسه قیمت‌های فعلی اقلام شب یلدا در بازار تهران به نظر میرسد امسال مردم شب یلدای داغی را پیش رو دارند و برای شب نشینی شب چله مجبورند چند برابر سال قبل هزینه کنند. بر اساس محاسبات رسمی سفره شب چله یک خانواده 4 نفری 273,000 تومان تمام می شود. البته اگر این خانواده تهیه و پخت شام را در برنامه شب یلدای خود قرار دهند، هزینه این شب بیش از 350,000 تومان خواهد شد. گزارشات مرکز آمار ایران نیز نشان می دهد میوه با تورم 78% به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل در صدر میزان گرانی اقلام و محصولات خوراکی و غذایی بازار قرار دارد. در این شرایط است که یک کارگزار حکومتی از نصف شدن قدرت خرید کارگران طی تنها 6 ماه خبر داد و افزود این وضعیت مختص کارگران نیست و امروز حال و روز بازنشستگان از کارگران نیز بدتر شده است. رژیم آخوندی برای مقابله با این شرایط ماموران سرکوبگر را در شب یلدا به حالت آماده باش درآورده و یک سرکرده آنها در تهران اعلام کرد. با توجه به اینکه از چند روز قبل از این شب خریدها برای شب یلدا آغاز می شود، لذا ماموران پلیس پیشگیری حضور خود را در اطراف مراکز خرید نظیر بازار تهران، بازار تجریش و دیگر مراکز خرید افزایش دادند.